نام خدا شاگرد عزیز سلام خوب هستین به خیر هستین جور و سهدمند باشین شاگرد عزیز و گرامی به مضمون ریاضی سین هشتم بسیار زیاد خوش آمدیم. خب شاگرد عزیز و گرامی مضمون ریاضی سین هشتم هستیم و فصل چندم هستیم فصل هفتم افاده های الجبری درست است درس پنجم ما و شما میشه امروز خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما امروز چی را با هم میخوانیم؟ چی میخوانیم؟ ضرب افاده های الجبری دقت کنید درس های گذشته گفتم منظور از افاده الجبری ما و شما همون چی هست؟ پولینوم ها یا چند حده است. گفتیم افاده های الجبری به سه کلی تقسیم می شدن. درست است پولینوم ها یا چند حده ها افاده الجبری ناطق و غیر ناطق گفتیم ناطق و غیر ناطق در سنف های و یا میخوانیم می خانیم. درست است پس فقط ما شما وقتی میگیم ضرب افاده الجبری منظور ما شما چیست ضرب چند حده هاست درست است خب قبلی که بریم سر تخته و درس شروع کنیم کارخانی درس گذشته رو باید با ما روان میکردید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم چند است شاگرد عزیز؟ خودتون بگین آفرین ۲۶ ۷ ۲۵ ۱ درست از شاگرد عزیز اگر کدام سوال یا پیشنهاد یا کدام مشکل در حل کارخانه دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین امبر که به شما خواندم درست شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی چی است درس امروز ما شما ضرب افاده های الجبری پس من نوشتم میکنم پس ضرب افاده های الجبری دقت کنید ضرب افاده های الجبری خب شاگرده عزیز ضرب افاده های الجبری گفته منظور شیست اما ضرب چند حده حد هاست درست هست؟ خب ضرب چند حد رو ما بسیج ست باز خود ما شما تقسیم میکنیم ضرب یک حده بالا یک حده ضرب یک حده بالای چند حده و ضرب چند حده بالای چند حده یک حده بالا یک حده رو خواندیم درس گذشته درست است درس گذشته خواندیم پس ضرب خدای الجبری میگیم که چی یک ضرب سیس یک حده بالا یک حده یا در یک حده میتونه نوشته کنه فرق نمیکنه در نوشته کنیم پس ضرب یک حده در یک حده ضرب یک حده در یک حده فیست دوم چیست؟ است ایرک خواندیم درس گذاشته بود یک حده رو در یک حده ر خواندیم دوم چیست؟ است ضرب یک حده در چند حده و آخر سومی چی است ضرب چند حده در چند حده ضربه چند حد در گفتیم چی میگیم برش؟ نام دیگه چی هست؟ پولینوم هم گفتم میشه پولینوم در پولینوم سیست ضرب چند حد در چند حد خب شاگرد عزیز من از حالت اول که ضرب یک در یک حد است که خود درس گذشته بود در یک تا کار میکنه مشکل نیست یادتون بیایه و امروز ما و شما ضرب یک در چند حد در و چند حد در چند حد را میخوانیم پس اول چی میکنیم شاگرد عزیز یک تا مثال چی کار میکنم از یک حده در یک حده به عنوان مثال منفی 3 x مربع y ضرب در دو x y مکعب یاردو دو چی است شاگرد عزیز ای دو خودشان یک حده هستند دیگه نه؟ چرا یک حده هستند اینو قبلا خواندیم دیگه چون گفتیم که یک حده چی است از ضرب یک عدد حقیقی ریل نمبر است در یک یا چند متحول با توانهای مکمل یعنی چی توان ما شما صفر یک دو سه تا لایتانی میتونه باشه پس یم یک حدس یک حدث. حالی یا رو ضرب میکنیم در ضرب گفتیم چی هست یک حد در یک حد گفتیم اعداد در هم ضرب میشه و متحول ها در هم ضرب میشه پس منفی سه ضرب در دو ضرب کنید دو سه ما شما شش منفی در مثبت علامه مثبت است منفی در مثبت میشه منفی پس جوابش میشه چند شاگرد عزیز میشه منفی 6 صحیح خب x مربع ضرب در x یعنی x توان چند است؟ توانش یک است. دیگه گفتیم از چی از قاعده توان‌ها استفاده می‌کنیم؟ دیگه قاعده مساوی است. توان‌ها با هم چی میشه؟ جمع میشه. پس میشه x به توان دو با این یک 1 یک از جمعشا و میشه چند؟ میشه 3. پس 6x مکعب و هم در هم ضرب کنیم یعنی توان y موشو توان ندر توانش یک است. شاگرد عزیز با اون 3 جمعش و چند میشه؟ 4 میشه. وای به توان 4. فیس خب پس چی شد شاگرد عزیز ضرب یک حد در یک حد در ضرب کردیم درس گذشته ما و شما یاد ما و شما آمد اما ضرب یک حد در چند حد مثال کار میکنیم با نان مثال دقت کنید دو ایکس وقتی که بین یک تا چی شاگرد یک حد و قوس هیچ علامه نباشه علامه شی علامه شی ضرب سیر میفهمیم یعنی ضرب داره میتونه علامه ضرب ما میتونه چی هم نوشته نکنیم ضرب داره سه ایکس جمع وای خب دقت کنید داخل قوس ما و شما چی هست؟ دو, دو حد است صحیح دو حد داره پشت قوس چی هست؟ یک حد است پس یک حد را در دو حد ضرب میکنیم یک حد در چند حد حالا میتونه دو حد باشه سه حد باشه چهار حد باشه فرقی نمیکنه یه چیزی هم باید ضرب بسازیم دقت کن شاگرد عزیز من اول خطاش برد میکشم با توجه به این خطا ضرب میکنم یعنی دو ایکس ما بود در حد اولم ضرب بسازیم در حد دوم باید ضرب بسازیم یه رو که دایی ضرب بسازیم اما یک حد در یک قدم میشه سایست و باز دوباره یعنی رو دا دایی حد دوم ضرب میکنیم و یا رو سر هم نوشته میکنیم پس من چون جاینده است دایی پایین نوشته میکنم شاگرد عزیز دو ایک ضرب داره سه دو مثبت ضرب داره دو مصبت در سه مثبت دو سه ما و شما شش مثبت در مثبت هم مثبت پس مثبت شش حال ایکس در ایکس میشه ایکس مربع شاگرد عزیز توان از یک است توان از یک است یک تا قاعده مساوی نوشته می کنیم توان ها با هم جمع میشه صحیح پس شد 6x مربع خب یعنی دو ایکس باید در چهار وای ضرب کنیم دو مثبت چهار مثبت مثبت در مثبت مثبت دو چهار هشت سیس و ایکس ضرب در وای خب قیداش مساوی نیست پشت سر هم نوشته میکنیم x ایکس وای ده قبلی دیدیم که قاعده مساوی بود یکی از قاعده نوشته کنیم تا اونها با هم دیگه جمع میشد اما اگه قاعده مساوی نباشد متحول رو سر هم نوشته میکنیم هیچ الان به این نمونه معناش چی است معناش ضرب سیر فا میدیم خب بیام که با هم اختصار نمیشه چرا شاگرد عزیز چون 6x مربع این 8xy است این قسمت متحولش x مربع دو x است یا متشابه یا مشابه نیست نگاتون باشد در اختصار کردن جمع و تفریق صحیح است جمع و منفی یا جمع و تفریق چی افاده الجبری همون چند حدا گفتیم باید ما حدای مشابه پیدا کنیم یعنی امو هم که قسمت متحولشون دقیقاً عیناً حتی توانشان گفتیم باید چی باشد مثل هم باشه تا بتونیم جمع بسازیم خب یا متشابه نیست پس اینا اختصار شده نمیتونه پس همین میشه جواب ما و شما صحیح است یک تو دیگه کار کنم دقت کن شاگرد عزیز یک تا دیگه کار کنیم منفی سه بی مربع ضرب داره دقت کنید داخل پشت پشت قوسش علامه نون علامه چی است علامه ضرب است سه بی مربع ضرب داره دو منفی شش بی مثبت چهار خب شاگرد عزیز این چی است یک حد است این چی است داخل قوس یک حد دو حد سه حد است پس این باید ضرب بسازیم چی رقم ضرب میسازیم یک حد بالای سه حد شد پس میشه حد اول در اول اول در دوم و اول در سوم باید ضرب بسازیم یعنی حد در هر سه حد ضرب میسازیم پس پیش ما جوابش نوشته میکنم دقت کنید سه بی مربع ضرب در دو ای. عدد در عدد متحول در متحول منفی سه ضرب در دو ای. ما شما چند سه میشه سه دویت میشه 6 منفی در مثبت منفی 6 پس اینی منفی شش سیست ای در ای توان ای یک است توان از ای, ای, ای یک است یکی از قایده نوشته کنیم توان ها با هم جمع میشه میشه منفی شش ای مربع و یعنی بی مربع آخرم باید نوشته کنیم چون یه هست دیگه نه پس ای بی مربع پس ای را در اول چی کردیم؟ ضرب کردیم اما در دوم ضرب کنیم منفی سه در منفی شش منفی در منفی مثبت سه شش اجده سیست ای در بی دیگه پس میشه A ایر رو خودش نوشته میکنه بی مربع یا بی توانش یک هست میشه بی مکعب پس شد منفی در منفی مثبت 18 مثبت 18 A بی مکعب چون بی توان از دو است توان از B یک است تواناش با هم جمع میشه یعنی این رو خودش نوشته میکنیم پس شد A بی مکعب و این حد باید در آخر هم ضرب بسازیم منفی سه ضرب در مثبت 4 سه 4 دوازده منفی در مثبت منفی پس منفی دوازده او خوب متحول نداره فرق نمی کنه همین متحول نمیشتن فقط پس شد منفی دوازده ای بی مربع منفی دوازده A بی مربع درست شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز یا اختصار میشن با هم دیگه؟ جواب آخر باید چک کنیم که حتما اگه اختصارش اختصار میکنیم ای چی هست قسمت متحولش ای مربع بی مربع ای ای بی مکعب است و هم ای بی مربع است چون قسمت های متحول اینها شبیه هم نیست دقیقا عینا حتی توانایش هم شبیه هم نیست پس میگیم چی هست اینا متشابه نیستن اختصار شدن نمیتونه اگر قسمت متحول ها مشابه هم بود میتونستیم اختصار کنیم با سوال کار میکنیم که قسمت متحول هاش شبیه هم شود درست است خب پس شاگرد عزیز ما چی شد ضرب یک حد بالا... با در یک حد که درس گذشته بود خواندیم یک تا کار کردیم یاد تا نامد. اما ضرب یک حد در چند حد دارم دو مثال کار کردیم دیدیم که چه رقم میشه یک حد رو در همه حد ها باید چی کنیم ضرب کنیم و جوابش رو پشت سرم نوشته کنیم در آخر اگر اختصار شد اختصار میکنیم پس شاگرد از من تختر پاک میکنم و ضرب چند حد در چند حد دارم کار میکنم و اینی سوال امتحان از ما و شما زیاد یاد میگیره ضرب چند حد در چند حد بسیار مهم است بس. پس من تختر پاک میکنم و از این سوال زیاد کار میکنم درست است خب شاگرد عزیز ضرب چند حده در چند حده رو میخوایم مثال کار کنیم پس مثال دقت کنید چند حده در چند حده پس نوشته میکنم ضرب چند حده در چند حده یا پولینوم در پولینوم گفتیم دیگه نه خب چه رقم کار میکنیم با مثال دقت کنید دو اکس جمع سه زب چند حد است؟ دو حد است داخل قوس باید بگیریم سه چون دو حد است در سه اکس مربع منفی چار خب شاگرد عزیز این هم دو حد است قوس بعدی ما و شما هم دو حد است بین دو قوس هیچ علامه نباشه علامه چی است؟ علامه زرب است آفرین خب پس دو حد در دو حد است میشه چند حد در چند حد در چی رقم ضرب میکنیم دقت کنید چاگرد عزیز یک حد در چند حد در که دیدیم چی رقم بود دیگه اما حد در کل حد ضرب میکنیم عالی یعنی حد اول باید در حد اول ضرب بسازیم حد اول در حد دوم باید ضرب شود و بعد از چی میکنیم باز حد دوم در حد اول و حد دوم در حد دوم سیست پس همه حدای حد چند حد اول در همه حدای حد چند حد دوم ضرب میکنیم خب 2x در 3x مربع یعنی چی تیر اول میکشیم 2x در 3x مربع عدد در عدد متحول در متحول 2 ضبط در 3 میشه چند؟ 6 مثبت در مثبت هم مصبت پس شد مصبت 6 حالی x در x مربع x توانش یک هست او هم توانش دو هست با هم جمع میشه میشه توانش سه پس میشه 6x مکعب سهست؟ خب حالی حد اول در حد دوم باید ضرب شده عدد در عدد متحول در متحول خب این متحول ندارد خیلی مشکل نیست فقط عدداش ضرب میک چار در دو چند میشه این دو چار دشت مثبت در منفی میشه منفی اشت مو که متعویل نداره خواهی متعویل از این فقط چه؟ x پس شد منفی اشت x درست است پس این خلاص شد این دو تیر ضرب کردیم آله چه میکنیم حد دوم ضرب میکنیم سه وای در سه x مربع عدد در عدد مثبت در مثبت مثبت سه سه نو پس مثبت نو سه وای در x مربع خویا قاعدش نیست پشت سر هم میکنیم اول وای نوشته و X مربع فرق نمیکنه چون خاصیت ضرب تبدیل خاصیت تبدیلی دارد عملی ضرب خاصیت تبدیلی رو دارد میتونیم نوشته کنیم وای ایکس مربع یا X مربع Y که من بدم ترتیب خودش نوشته میکنیم Y ایکس مربع نو no, وای ایکس مربع خب حد دوم در حد اولم ضرب کردیم ولی حد دوم در حد دوم مثبت در منفی منفی 4 منفی 12 شاگرد عزیز و متحول در متحول خوی متحول نداره متحول همین فقط وای است پس وای نمیشته میکنیم خب شاگرد عزیز آلیا اختصار شده میتونه با هم دیگه نگاه میکنیم چی هست x مکعب است این x است این وای مربع است این وای است چون مت... مشابه نیست یک حدای ما و شما پس یا اختصار شده نمیتونه خب یک مثال دیگه کار کنیم که در آخر اختصار هم شود درست است خب مثال بعدی دقت کن شاگرد عزیز به عنوان مثال به ما شما داده چی x منفی ضرب در x مثبت 3 خب دقت کنید چند حده در چند حد است دو حد در دو حد دو. باز من تیرای زیر بکشم حد اول در حد دوم در حد اول حد اول در حد دوم حد دوم در اول و حد دوم در دوم ضرب باید بسازیم خب x ضرب در x گفتیم عدد در عدد متحول در متحول عدد از چند است گفتیم x اگر عدد دارد عدد در پشت سرش است وقت نوشته نکنیم یک است یعنی یک است یک زب در یک میشه یک سه است یک خب یک ضرب در x خب متحول در متحول چی میشه x مربع یک از x ها نوشته بود قاعده با هم چی نو یک از قاعده نوشتم تا اونها با هم جمع میشه یک x مربع که یعنی یک هم میتونیم نوشته نکنیم فقط نوشته کنیم x مربع حال یک نوشته کنی یا نوشته نکنیم فرقی نمیکنه پس ایک یک ضرب x شد یک x مربع عالی ان x در سه باید ضرب شود یعنی علامه نداره مثبت است مثبت در مثبت مثبت عدد در عدد متحول در متحول عدد از یاک است یک زب در سه سه او متحول ندارد متحول از فقط نوشته میکنیم پس میشه سه ایکس درست هست؟ عزیز؟ خب بیدیم. حد دوم زر بسازیم یعنی دقت می این منفی از سه است. منفی سه زب در اکس. عدد از چند است؟ عدد از است منفی در مثبت منفی سه زب در سه این ندارد x خب و در آخر سه, سه منفی در مثبت منفی پس منفی نو خب شاگرد از یک اختصار میشه بله دقت کنید x مر یک x مربع است این 3 x است این منفی 3 x است اردوشان قسمت متحولشان x است پس یا میشه با هم اختصار شوه چون متشابه هستند پس من زیر از خط نکشم پس انی با انی حد با هم چی میشه متشابه میشه پس جواب آخر ما شما چی میشه انی یک x ایک مربع را من یکش میتونم نشون نکنم فقط نشون کنم x مربع صحیح خب یا چی میشه یا یک تا از قسمت های متشابه قسمت متحول نوشتن بکن اعداد با هم جمع میشه مثبت سه با منفی سه چند میشه میشه سفر هم علمان از هم کم میشه میتونیم نوشته کنیم جمع سفر x به این شکل یک تا از ایکس ها رو میکنیم و اعداد با هم جمع میسازیم و در آخر منفی نور هم نوشته میکنیم خب شاگرده عزیز سفر زب در هر عدد شبه سفر میشه او از بین میبره یعنی صفر زب در X ما و شما سفر میشه پس جا آخر ما شما میشه فقط x مربع منفی نو درست است؟ پس این رو ما شما تانستیم ضرب کنیم خب شاگرده از یک تا مثال دیگه کار کنیم مثال دقت کنید x مثبت دو در x منفی شش باز دو حده بالای دو حده داریم باز دوباره چی میکنیم چه اگر عزیز؟ حد اول در حد اول حد اول در حد دوم حد دوم در اول و دوم در دوم x ضرب در x باز عدد در عددش میشه یک ضرب در یک میشه یک که نوشته نمیکنیم نمی x در x هم میشه x مربع تواناش با همدیگه دیگه جمع میشه درست است خب پس این میشه x مربع شاگرد عزیز حالی حد اول در حد دوم یک ضرب در 6 میشه شش مثبت در منفی منفی 6 متحول ندار فقط متحول نوشته میکنیم پس منفی 6 x والی دو رو باید ضرب بسازیم خیلی خلاص شد حالی تیرای پایین مثبت دو در x این عددش یک است مثبت در مثبت میشه مثبت دو در یک میشه دو پس مثبت دو و مت... این متعاول ندار متعاول ازیر فقط x شده میکنیم دو x و حد دوم در حد دوم مثبت در منفی منفی دو ششته دوازده پس منفی دوازده سیست خب باز یه اختصار میشه چک میکنیم کدوم متشابه است میگیم بله اختصار شده میتونه چون منفی 6x با مثبت 2x اختصار شده میتونه چون قسمت متحول از هر دویشان چی چی است x است پس این x مربر خودش نوشته میکنم سیست از این هر دو x مشترکش نوشته میکنم یا قسمت مشابهش نوشته میکنم و عدداش با باید با هم جمع بسازیم مثبت دو با منفی شش هم علامه نیست یعنی باید کم بسازی شش رو دور کم کنی چهار میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی چهار پس منفی چهار x هست پس x مربع منفی چهار x. x مربع منفی چهار x. و در آخر منفی دوازده رو خودش نوشته میکنیم منفی درست است شاگرد عزیز پس ضرب چند حده در چند حده هم بسیار آسان است فقط باید ما چی یاد داشته باشیم ضرب یک حده در یک حده را یاد داشته باشیم تا بتونیم یاره ضرب بسازیم درست است شاگرد عزیز آیا رسی میفرمایید چند دقیقه میتونم بازم مثال کنم 19 آره خب یک مثال دیگه هم کار کنم نه که بشه 20 چند خب شاگرد عزیز اگر می تختر پاک میکنیم یک تا مثال دیگه هم کار میکنیم شاگرده عزیز مثال آخر هم کار کنیم و درس امروز ما و شما خلاص میشه درست هست؟ پس مثال آخر مثال دقت کن شاگرد بسیار مثال سوال خوبی است مثالی که ما و شما کار میکنیم x منفی یک در x مربع مثبت x مثبت یک است چند حده است؟ دو حده بالای سه حده باید ضرب کنیم خب آسان است چه رقم میشه؟ حد اول در اول باید ضرب شوه حد اول در دوم ضرب شوه حد اول در سوم ضرب شوه و باز حد دوم در اول در دوم و در سوم ضرب میشه پس من یاد میکشم برای خود که از پیش غلط نشوه خب ضرب میکنیم چه عزیز؟ بعد در پایان چی میکنم؟, میکنم. در اینجا ضرب میکنم خب x ضرب در x مربع عدد در عدد متحول در متحول عدد از یک است عدد از یک است یک ضرب در یک میشه یک x ضرب در x مربع میشه یک x مربع یک x مکعب تواناش با هم جمع میشه تونید اسم این یک نوشته نکنیم خب بعد در آخر که اختصار نوشتن نمیکنه خب x در این ضرب شد x در حد دو ضرب شوه مثبت در مثبت مثبت یک ضرب در یک میشه مثبت یک صحیح x ضرب در x میشه x مربع توان هایش با هم دیگه توان از یک است توان از اون هم یک است خب حد اول در سوم مثبت در مثبت مثبت صحیح یک ضبط در یک میشه یک اون متعادل نداره متعادل زیر فقط نمیش نمی کنیم پس یک x پس این حد اول ضرب کنیم خلاص حالا حد دوم باید ضرب بسازیم منفی یک ضرب در x مربع منفی در مثبت منفی یک اینی حد پویشدار x مربع برابره پویشدار جا دهشاند از شهر دازید یک است یک جذر یک میشه یک x ایک مربع منفی یک x مربع درست است خب منفی یک جذر مثبت x منفی در مثبت میشه منفی یک جذر یک میشه یک x پس منفی یک x من مثال پاک کنم همینجا نوشته کنم منفی یک x شد منفی یک x هست پس حد آخر در آخرم ضرب کنین مثبت در منفی منفی و یکم ضرب در یک میشه یک پس منفی یک خب اختصار میشه یا منم چک میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید بله این ایکس مکعب است خب خلاص نداریم اما این ایکس مربع است و این هم منفی یک ایکس مربع است قسمت متحول اردشی است ایکس مربع و دیگه چی اینی مثبت یک ایکس است این هم منفی یک ایکس است یا ای ما اختصار میشه چون قسمت متحول ایکس است پس جواب آخر ما شما چی رقم میشه مساوی یعنی x مکعب خودش یک x مکعب و بین x مربع و x 1 از x مربعش نشون میکنیم یک مثبت با یک منفی چند میشه هم من نیستن کم میشه میشه صفر پس میتونیم نشون کنیم مثبت صفر x مربع یا جمع صفر x مربع و مثبت 1x با منفی 1x هم چی میشه یعنی با دیگه مثبت x با منفی x یک از میکنیم مثبت با منفی هم میشه صفر سیست صفر x و در آخر منفی هم نوشته میکنیم خب شاگرد عزیز صفر ضرب در هر چیز شوه صفر میشه این از بین میبره پس جواب آخر ما و شما چی میشه فقط میشه x مکعب که یک نوشتن نشتا نمیکنیم و منفی یک جواب آخر ما و شما شد درست است که تا نیست مختصر کنه پس این سوال سوال بسیار سوال خوبی بوده پس شاگرد عزیز چند حد در چند حد در ما و شما بسیار میتونیم راحت کنیم ضرب کنیم فقط به شرطی که چی یاد داشته باشیم یک حد در یک حد در باید داشته باشیم درست است پس از مثال آخر که ما شما امروز کار کردیم. شاگرده عزیز و گرامی پس ضرب افاده های الجبری یا همون چند حده در چند حده یا اگه یادتون میشه یک حده در چند حده رو گفتیم کار کرده درست است فقط به شرطی چی باید یاد داشته باشیم یک حده در یک حده رو باید یاد داشته باشیم پس من یک تیک مارک میکنم و کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 170 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم خودتون خود یاد دارین دیگه 20964 780 255 40 درست شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان درس پنجم از فصل هفتم خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان می سپارم